با درودی میکنم بار دیگر با شما هستیم در برنامه دیگر از پادیابند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و راهبردی. من مهدار رحیمی میزبان مهمان گرانمایه‌ای هستم، جناب حسام نوذری از لس آنجلس. جناب نوذری به برنامه ما خوش آمدید. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. آنچه که مطرح میشه جناب نوذری بر این هستش که در این جستار امروز تا چند اندازه از نظر آینده نگری ایران و همسایگان خود از وجوه مشترکی از نظر علمی اقتصادی برای پیشبرد اهداف مشترک آنها چه از نظر فناوری آبیاری، تکنولوژی و علمی میتونن دستاوردهایی که در حال حاضر که ما میدونیم بیش از 44 یا 45 درصد افرادی که در ناسا هستن ایرانی هستن، از نظر برآوردهایی که شده علمگرایان و خردگرایان و افرادی که جدن به عنوان پژوهشگران در مؤسسات عالی اروپایی و آمریکایی خدمت می کنند ایرانی نیز هستند. تا چند اندازه ما میتونیم این ودیعه و این سرمایه فکری و اندیشه‌ای و علمی خودمون رو هماهنگ بکنیم برای ایران سازی خود؟ به نظر شما چگونه این میسر میتونه باشه؟ بفرمایید. در درجه نخست اون چه که مهم هست این هست که دانشمندان ما، فرهیختگان ما در درون ایران بسیار جلو هست. یعنی اونها رو به هیچ عنوان نمیشه دست کم گرفت و در بسیاری از موارد از دانشمندان خارج از کشور جلوتر هست. من زمانی که با دانشجویان درون کشور صحبت میکنم، دانشمندان درون کشور صحبت میکنم، واقعا آدم حزم میکنه. آدم حزم میکنه، کیف میکنه از سطح دانش و شعور اونها و اینکه چقدر علاقمند به همکاری هستن، همکاری های دیگه. حالا در این طرف مرز هم، در بیرون از مرز هم، ما دانشمندان بسیار زیادی داریم که نقطه مشترک اونها عشق به ایران هست و خوشبختانه دستشون باز هست، قدرتمند هستن، توانا هستن و باز همونطور که گفتم نقطه مشترک همه اونها عشق به ایران هست. من یهودی نیستم اما چندین بار به اسرائیل دعوت شدم و خاطرات بسیار خوبی دارم برای سخنرانی های علمی. به عربستان هم دعوت شدم، به مصر هم دعوت شدن و عجیب هست بعدی که به این مملکت ها میرید، به این کشورها میرید، حضور ایران، حضور تاریخ ایران، عشق به ایران رو واقعا همه جا میبینید. بنابراین اگر ما مطبوعات رو کنار بگذاریم و واقعیت ها رو نگاه کنیم میبینید که این منطقه آماده همکاری هست. این منطقه پر است از دانشمند، پر است از فرهیخته، پر است از انسان‌های خوب و خوشبختانه پر است از انسان‌هایی که توانمند هستند، پژوهشگران خوبی هستند، توانمند هستند در زمینه‌های علمی. اول یک خوبی همکاری‌های علمی این هست که توش حساب بازدهی هست. یعنی شما میتونید نتایج کار رو علمی بررسی کنید برخلاف بسیاری از زمینه‌های دیگه. در کارهای علمی شما انعطاف پذیری ندارید. در کارهای علمی سیاه‌وسفید هست، همه چیز حساب و کتاب داره و خوشبختانه اگر این همکاری‌های علمی ادامه پیدا بکنه میتونه ایجاد خوشبختی کنه، خوشبختی‌های مالی از جمله و رفاه رو برای مردم بیاره. برای مثال اگر شما به تاریخ ایران و اسرائیل نگاه کنید، در طول 4000 سال جز سالهای اخیر یک برگ سیاه بین این دو کشور پیدا نمی کنه. من حاضر هستم هر تاریخ شناسی رو به چالش بکشم اگر شما بتونید یک برگ سیاه در تاریخ این دو کشور، در تاریخ این دو فرهنگ پیدا کنید جز در سالهای اخیر. ایران و اسرائیل مرز مشترک ندارد، بنابراین یکی از قدیمی ترین فرمهای دیپلماسی رو بین خودشون ایجاد کرد و هدف از این دیپلماسی تولید ارزش‌های مالی نبود. هدف از این همکاری تولید ارزش‌های اخلاقی بود.
و در این زمینه به قدری موفق شدن که هنوز هم ما از اونها یاد میکنیم. اگر شما به مصر یک سر بزنید، من واقعا پذیرایی که در مصر داشتم، محبت و عشقی که مصری ها داشتن، حیرت آور هست. و باز اگر سر بزنید، یک پل بزنید به تاریخ، دلیلش رو متوجه میشید. بنابراین در دام این سالهای اخیر نیفتید، در دام این تبلیغات واقعا نیفتید. اگر جوانان ما آشنا بشن به تاریخ همکاری های بین ایران و اسرائیل، برای مثال ایران و کشورهای همسایه خودش، ایران و کشور مصر، واقعا متوجه میشن که چه آینده درخشانی در انتظار ماست. اما آینده ایران در گروه همسایگان نیرومند و تواناست. آینده همسایگان ما در گروه یک ایران توانا و نیرومند هست. و اینجاست که واقعا علم میتونه یک نقش بسیار بزرگی رو بازی کنه. خوشبختانه امروز جوانان ما از خرافات دور شدن. شما کافی هست که تلفن بزنید، تماس بگیرید با جوانان ایران، اونها رو مقایسه بکنید با جوانان اروپایی و آمریکایی. واقعا سر هستن، واقعا جلوتر هستن. یعنی در این دوران تاریکی امروز قدر آزادی رو میدونن. در این دوران تاریکی که در بر میهن ما مسلط شده، قدر علم و دانش رو میدونن، به دنبال اون هستن. و وظیفه ما این هست که واقعا چراغ راه اونها باشیم، نه راهبر، نه رهبر. جوانان ما ایرانیان نیازمند به رهبر نیستن. هر ایرانی یک رهبر هست. ما وظیفه‌مون این هست که واقعا چراغ راه اونها باشیم، که این امکان برای ما در بیرون از مرز هست. در بیرون از مرز بسیاری از ماها موفق شدیم، بسیاری از ماها دستمون باز هست. بنابراین وظیفه ما هست که این حداقل رو برای میهن خودمون انجام بدیم و باز همونطور که گفتم چراغ راه باشیم. خود اونهاست که راه درست رو انتخاب میکنن. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، به هر حال کوتاه بر این هستش که به هر حال جوانان ایران از با وجود تمام تحریم های اقتصادی و با وجود تمام آنچه که ما میبینیم و محنت ها و آزردگی هایی که از نقطه نظر محدودیت های به هر حال حجاب و غیره میبینیم که تونستن وقتی که به فرامرزی عمل میکنن و اینی که از نقطه نظر علمگرایی و خردگرایی منطق و استدلال و برهان رو پیشه خودشون میسازند، وقتی که نوشتارهای علمی و پژوهشی جوانان ایران رو شما مینگرید، جدا قابل مقایسه است با آنچه که در حال حاضر در بزرگترین مؤسساتی که در اونها ممکنه یک ایرانی و یک شرقی در اون یافت بشه، والاتر از اون هست از نظر تحلیل و از نظر پژوهش و کاوشی که این جوانان ایرانی دارن. تا چه اندازه جناب نوذری اون عرصه‌ای که در حال حاضر تنگ هست برای اونها، تا چه اندازه ارتباطات و تلکامیونیکیشن میتونه میسر باشه برای اینکه نوشتارهای خودشون رو بتونن ارائه بدن از نقطه نظر جهانی؟ از طرف دیگه ما آشنایی داریم با بر حال پژوهشگرانی که دکترات خود رو خریداری کردن، پژوهشگرانی که در حال حاضر ممکنه به اون درایت نرسیده باشن که در صدر امور و مدیریت سازمان‌ها قرار گرفته باشن، ولی جوانانی که در حال حاضر ما میابیم بر حال ممکنه دکترای علوم سیاسی داشته باشه ولی در کنار یک کارگر داره در ساخت و بنای میهن خودش آجر پزی میکنه و آجر میچینه، ولی این تونسته اون پژوهش رو از اون تئوری خودش بیرون بیاره و به فرد، به یعنی دانشجو در کنار کارگر، همدیگر رو بتونن درک بکنن. وقتی که سر یک سفره خالی نون و پنیر و سبزی با هم میخورن، اون فردی که علوم سیاسی خونده و جامعه شناسی خونده میتونه تاثیرگذار باشه روی اون کارگر. در هیچ یک از انقلاب ها ما این رو یافت نمی کنیم که طبقه
جوان، طبقه کارگر، طبقه ای که یعنی طبقه دانشجو و پژوهشگر در کنار کارگر، و اینی که میتونه و با هم میتونن تفاهم داشته باشن که بتونن از نظر پژوهش میدانی نه فقط همدیگر رو درک بکنن، بلکه در آینده بهتری از خشت جان خود بتونن ایرانی دیگر رو بسازن. نظر شما چیه؟ ببینید، اگر در مورد مطبوعات خارجی، یک خانومی در ایران به اسم معصومه ابتکار که وزیر بود یا معاون رئیس جمهور بود، این خانم مقاله میفرسته برای مجلات، مجلات علمی که سرتاپاش تقلب هست، یعنی کپی کرده بوده. این رو من خاطرم هست که خودم سردبیر مهمان یک مجله بودم در یکی از کشورهای اروپا، و ما یک روز یک نامه‌ای دریافت کردیم که مقاله از این خانم هیچ جا نباستی قبول بشه چون متقلب هست. و متاسفانه بسیاری از دانشمندان ما، از دانشجویان ما، پژوهشگران ما چوب اون رو خوردن. من خاطرم هست در یک مجله دیگه که در دانمارک چاپ میشه اما امریکایی هست، اونجا دبیر این مجله بودم برای یک مدتی، سردبیر اون مجله هم به من گفتش که اگر مقاله از ایران میاد رد بشه، قبول نشون مقاله. این متاسفانه تقلب از سوی مدیران و وزرا کار داد دست بقیه پژوهشگران ما، کار داد دست دانشجویان ما. بنابراین اگر مقالات دانشجویان ما در ایران چاپ نمیشه در کشورهای خارجی، به خاطر تقلب وزراست، به خاطر متقلب بودن این خانوم هست. خانوم معصومه ابتکار رسما به عنوان یک متقلب بزرگ به تمام دنیا معرفی شد، به تمام دنیا معرفی شد. و اون تنها نیست، بعد از اون هم باز این اتفاق افتاد. خب این روزا هم شما سافت‌ور دارید، یعنی به راحتی میتونید اگر کسی کپی کرده اون رو متوجه بشید. حالا از این که بگذریم، کیفیت خود کارهای پژوهشی در ایران بسیار بالا هست. برای مثال در مورد محیط زیست، شما واکنش جوانان ایران رو نگاه بکنید در حمایت از محیط زیست خودشون با تمام مشکلاتی که دارن. شما نگاه کنید به حمایت زن و مرد ایرانی از حقوق حیوانات. ما هیچ وقت تا این اندازه به حقوق حیوانات در میهن خودمون احترام نمیگذاشتیم. یعنی این دوران تاریکی متاسفانه که در ایران تسلط پیدا کرده، از اون طرف ایرانیان یک جنگ فرهنگی رو شروع کردن که داره به پیروزی میرسه واقعا. حالا در مورد علوم زیست شناسی همینطور هست، در مورد علوم پزشکی ما برجسته ترین پزشکان دنیا رو در ایران داریم. پزشکانی که امروز در ایران زندگی میکنند برجسته ترین جراحی ها رو در کشورهای همسایه انجام میدن، در دبی انجام میدن، مرتب میهمان همایش های بزرگ هستن. من یک همایش برگزار میکنم در امریکا و یک همایش برگزار میکنم در تایوان، کشور تایوان. ما مرتب میهمان داشتیم از ایران که همونطور که گفتم واقعا حزم میکنه آدم از سطح سواد و دانش اونها. بنابراین به اعتقاد من آینده ایران درخشان هست. ایران از خرافه دوری کرده، جوانان ایران به هیچ عنوان دیگه پشیزی ارزش قائل نیستن برای این خرافات. علاقمند به دانش هستن، علاقمند به آگاهی هستن. بنابراین در تایید فرمایشات شما کافی است که ما یک پل بزنیم، یعنی بیرون از میهن به درون ایران. اما یادمون نره، این رو باز تکرار میکنم، اون چیزی که مهم هست دانشمندان و فرهیختگان ما در ایران هست. هیچ چیزی از هیچ کسی کم ندارن، احتیاج ندارن که ما بریم اونجا و کار رهبری رو برای اونها انجام بدیم. نه، وظیفه ما این هست که چراغ راه باشیم، راه باز کن باشیم، جاده صاف کن باشیم حالا که دستمون باز هست. این حداقل دینی هست که به میهن عزیز خودمون داریم. از یک طرف جناب نوذری، نیروی انسانی کارآمد رو داریم که از نظر سوی مدیریت ما میبینیم که اون کارایی رو از نظر سازماندهی، از نظر پلسازی، از نظر خیلی مسائل دیگه که با بحران سیل و زلزله ما روبرو بودیم و دیدیم که اون جامعه مدنی که میبایست ایجاد شده بود، البته
داریم، نمیتونیم اون رو کتمان بسازیم، ولی به هر حال از نظر دولتی و سوی مدیریت دولتی همه میپرسیدن مسئولان کجا هستن، مسئولان. و همین که ما در شرف به هر حال انتخابات دیگری قرار گرفتیم و جوانان فریاد میزنن اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمام ماجرا، به چه طرف به نظر شما از طرف برآورد وضعیت کنونی، چه از نظر علمی پژوهشی، از طرف دیگه دگرگونی که از نظر سیاسی با تحریم‌های اقتصادی که میتونه به هر حال خیلی تاثیرگذار باشه، ما با چه محدودیت‌هایی از نظر پژوهشی در ایران با تماس‌ها و ارتباطاتی که شما با جوانان و پژوهشگران و نخبگان ایرانی دارین به چگونه است که ما افرادی که در آن بر مرز هستن چگونه میتونن به هر حال راه ساز باشن و چراغ راهی باشن برای این جوانان که امید فردای ما فقط جوانان هستن و بس. بفرمایید. بزرگترین مشکلی که جوانان ما دارن اینه که متقلب ها سر کار هستن، حقباز ها مدیر و رئیس هستن، با اونها تعدادشون کم هست اما سر کار هستن. یعنی فساد سر تا سر به خصوص بخش پژوهشی ما، آموزشی ما رو گرفته. این دیگه یک راز نیست، همه این رو میدونن. شما رئیس جمهوری دارید که دکترای تقلبی داره، شما یک رئیس جمهور دیگه داشتید که اون هم دکترای تقلبی داشت، شما وزیر دارید که دکتر تقلبی هست، حق باز هست، متقلب هست، مچشون رو هم گرفتن. بنابراین مشکلی که الان در میهن ما هست مشکل فساد هست. اما یک تعداد کمی هستند که این شامل حال اونها میشه. شما این لایه را اگر کنار بگذارید، در درون لایه یک پتانسیل عجیب و غریب نشسته. اونجاست که شما هنوز میبینید که ایران سر بسیار از کشورهای دنیاست. یعنی فرهیختگان ما کم نظیر هستند، دانشمندان ما کم نظیر هستند. کافی است که واقعا همتی بکنید، این لایه رو به کنار بزنید. من مطمئن هستم به لطف همبستگی و پیوند درون و بیرون ما میتونیم یک شبه رای 100 ساله رو بده. یعنی این هست که ایران رو مشخص میکنه. درست حادثه‌ای که برای ژاپن رخ داد بعد از جنگ، حادثه‌ای که برای آلمان رخ داد بعد از جنگ، برای فرانسه بعد از جنگ، یعنی دوباره بلند شدن. ایران میتونه به سادگی دوباره بلند بشه، چون برخلاف بسیاری از کشورها ایران یک کشور ثروتمند است و منظور من از ثروت، ثروت انسانی است. انسان ایران پر است از انسانهای خوب، ایران پر است از انسانهای شریف. ایران واقعا سرزمین دروغ نیست، سرزمین حقوق بازی نیست. و یادمون باشه یک تعداد کمی هستن که حقوق باز هستن و این تعداد کم الان مدیر و مسئول و وزیر و رئیس جمهور هستن. اینها رو میشه به سادگی کنار گذاشت. اینطور به نظر میرسه که به آخر خط رسیدیم. و اینکه کنار زده بشه، تردید من ندارم که واقعا ما میتونیم یک شبه رای 100 ساله رو بدیم. یک شبه رای 100 ساله رو بدیم. ما الان دانشمندان زیادی داریم که در ایالات متحده آمریکا تدریس میکنن، در کشورهای اروپایی تدریس میکنن، به چندین زبان تسلط دارن. اگر با اونها صحبت کنید، بسیاری از اونها رو من میشناسم. بسیاری از اونها رو در زمینه هوش مصنوعی ما برجسته ترین دانشمندان رو داریم. خود من بارها با اونها همایش برگزار کردم. اگر بینندگان شما علاقه مند باشن میتونن به این همایش ها روی اون تارنمای من سر بزنن. ما بهترین متخصصین دنیا در مبارزه با سرطان رو داریم. امروز باز خود من دو همایش برگزار کردم با این عزیزان دانشمند در زمینه سرطان و بسیاری زمینه‌های دیگه، در زمینه فیزیک همینطور. وقتی با اینها صحبت میکنی گفتم اما کم هست، اب نداره اگر تکرار کنم، نقطه مشترک همه اونها عشق به ایران هست. حالا اگر بخواییم جمع‌بندی بکنیم و برحال آنچه که برحال پیام شما میتونه در خاتمه این قسمت نخستین برنامه زن خیرتگرای علمگرایی و پل فرهنگی از نظر دیپلماسی بین همسایگان ایران داشته باشیم،
چه ندایی رو و چه پیامی رو برای جوانان ایران شما دارید؟ من بگذارید یک سر بزنم به همین خاطره خودم از سفر به اسرائیل. زمانی که من اونجا سخنرانی میکردم یهو متوجه شدم اون چند ردیف جلو احساساتی شدن، یعنی عشق اونها رو میدیدم و واقعا حیرت کردم استقبالی که شد از من. و من اصلا سخنرانیمو با این جمله شروع کردم که من ایرانی هستم، یهودی هم نیستم. و بعد پل زدم به تاریخ. دو بخش داشت سخنرانی من، یک بخش فرهنگی بود، یک بخش علمی بود. حیفم اومد که به این سرزمین برم و تنها صحبت‌های علمی بکنیم. با اونها محبت کردن و این اجازه رو دادن که اگر بینندگان شما به هافینگتون پست مراجعه کنن، بذارن هافینگتون پست، حسام نوذری دو تا مقاله در این مورد در اونجا چاپ کردن. و بعد سوار تاکسی شدم که برگردم فرودگاه، برگردم بیام خونه. و راننده تاکسی وقتی که متوجه شد من ایرانی هستم از من پول نمیگرفت. حتی سر راه اصرار داشت که یک جا صبر بکنیم، با هم دیگه باشیم، که یک خاطره خوشی داشته باشیم، یک غذایی با هم دیگه بخوریم. یعنی واسه اصرار میکردم. و در خیابون‌ها که شما قدم میزنید همینطور. خاطرم هست یک درختی همونجا به اسم من محبت کردن و کاشتن. و خاطرم هست که یک آقای به من نزدیک شد، گفت شما مطمئن یهودی نیستید؟ گفتم بله من یهودی نیستم. گفت من متوجه هستم، ولی حتما پدری، مادری، پدر بزرگی، مادر بزرگی. گفتم نه اینطور نیست، هیچ کسی نبوده در. و واقعا اصلا به خاطرم نمیاد یک لحظه بعد در فرودگاه، همه مرتب اعتراض دارم که چقدر در فرودگاه معطل میشن به خاطر مسائل امنیتی. باور کنید من چند ثانیه هم حتی سر نکردم. یعنی محبتی که داشتم به محضی که متوجه میشدم من ایرانی هستم و یهودی هم نیستم. حالا اگر شما این خاطرات رو، من واقعا در مصر هم دارم، ما یک کار علمی رو در منطقه آغاز کردیم که نیازمند به همکاری های چندین دانشمند هست. و در این کار علمی ما شما ایرانی دارید، شما اسرائیلی دارید، اردنی دارید و مصری هم دارید. و به قدر این کار علمی به خوبی داره پیش میره که حیرت آور هست. این علاقه که بین این پژوهشگران هست، علاقه که به پیشرفت در کار هست. و بعد من یک بار دیگه دعوت شدم و یک بار دیگه دعوت شدم. و باور کنید خودم اصلا تعجب کردم و سینا من رو دعوت کردم. یعنی هیچ دلیل خاصی نداشت که شما فکر کنید یک دلیل خاصی داشته، به این دلیل بوده. و به خصوص که یک بار این دعوت برای سخنرانی در حدثه بود که حدثه واقعا پایتخت پژوهش در کشور اسرائیل هست. به هر حال با سپاس از جناب نوذری بر این پل فرهنگی و به هر حال دیپلماسی که از طریق علمگرایی و خردگرایی منطقه استقلال بوهان تونستن ایجاد بکنن، بین همسایگان ایران جدن حائز اهمیت هستش. امیدوارم که این برنامه نخستی بتونه چندین برنامه رو، سری برنامه رو دنبال داشته باشه که بتونیم مستفیض بشیم از حضور ایشون در این برنامه و همینطور برنامه دیگر که بتونیم سمپوزیوم هایی که از اندیشمندان و دانشمندان و پژوهشگران ایرانی که در اون شرکت کردن، چه از نظر هوش مصنوعی، چه از نظر آینده نگری همسایگان ایران هست، بتونیم بیشتر در کنار ایشون باشیم. تا برنامه دیگر دوباره سپاسگزاریم جناب نوذری. و این برنامه پادیوبند فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی راهبردی رو به پایان میرسونم. تا برنامه دیگر بدون، تا درود دیگر پاینده ایران. امید دیدار.